یک متغیر نامی برای فضایی از حافظه است که داده در آن ذخیره می شود. حافظه کامپیوتر از گروهی سلول با شماره مشخص که آدرس حافظه نامیده می شود تشکیل شده است. برای پردازش داده در هر سلول نیاز هست که به آدرس آن سلول مراجعه کنیم. متغیرها امکان دسترسی به آدرس حافظه از طریق نام رو فراهم می کنند. حاصل این عبارت در پنجره کنسول نمایش داده خواهد شد. چنانچه بخواهم از نتیجه این عبارت به طور مکرر استفاده کنم بهتر است که نتیجه را در یک متغیر ذخیره کنم تا درصد خطا کاهش یابد. جهت تعریف یک متغیر پس از نام از علامت تخصیص به صورت لستن به همراه ماینس بدون فاصله استفاده می شود. سپس مقدار متغیر در جلوی آن قرار می گیرد. نام یک متغیر باید با یک حرف آغاز شود. چنانچه این حرف تکراری باشد مقدار آن متغیر آپدیت خواهد شد. در ضمن R کیس سنسیتیو می باشد بنابراین متغیر B کوچک متفاوت از متغیر B بزرگ است نام یک متغیر نمی تواند با یک عدد یا عملگر شروع شود فضای خالی بین نام یک متغیر نباید وجود داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه بخواهم متغیری جهت نگهداری سن یک فرد با جنسیت میل ایجاد کنم و نامی مفهومی به آن اختصاص دهم باید بین حروف از دات یا آندرلاین استفاده کنم. دیتا تایپ یک متغیر ویژگی های یک متغیر از قبیل مقدار قابل پذیرش عملیات قابل اجرا بر روی آن و فضای مورد نیاز برای ذخیره در حافظه را مشخص می کند. مقادیر حاوی دسیمال یا اشاری در آر از نوع نیومریک ذخیره می شوند. با استفاده از تابع کلاس می توان تایپ یک متغیر را مشاهده نمود. دیتا تایپ نیومریک تایپ پیش فرض در آر برای مقادیر عددی است. حتی زمانی که یک اینتجر یا عدد صحیح رو به متغیر مقدار دهی کنم، همچنان اون رو به صورت نیومریک ذخیره خواهد کرد. جهت ایجاد یک متغیر اینتجر باید اون رو به صورت آشکارا تعریف نمود. برای این منظور در انتهای عدد حرف ال بزرگ رو قرار میدم. دیتا تایپ سوم از نوع لاجیکال یا منطقی جهت نگهداری مقدار ترو و فالس است و عمدتا در اثر مقایسه متغیرهای مختلف در آر ایجاد می شود. به عنوان مثال در اینجا متغیر یو حاوی عدد 1 و متغیر وی حاوی عدد 2 است و متغیر دبلیو نتیجه مقایسه را به صورت لاجیکال ذخیره می کند. چهارمین دیتا تایپ نوع کاراکتر است جهت ایجاد یک متغیر از نوع کاراکتر لازم است که مقدار متغیر بین کوتیشن مارک قرار گیرد پنجمین و آخرین دیتا تایپ از نوع کامپلکس است که برای ذخیره اعداد مختلف استفاده می شود اعداد مختلف دارای یک بخش حقیقی و یک بخش مهمی هستند.